بچه ها سلام، عصرتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، صحیح و سالم باشید، غیر باشید، مواظب باشید این مریضی جدید را نگیرید، مواظب خودتون و خانوادتون باشید. بریم سراغ ادامه کار. جلسه قبل ما بردارهای واحد رو گفتیم، بردارهای موازی را گفتیم، عمود را گفتیم، بعد بردارهای قرینه به نیم ساز اینا را گفتیم. اندازه بردار را نگفتیم حالا، و بردارهای واحد را هم نگفتیم. مثلث اگه برسیم میگم، آیا اینو تست سر کنیم؟ مثلث هم آخر میگم، چون شروع مثلث اتساق نیست. آره مثلث هایتون میگم، چون شروعش از مثلث های قائم الزاویه رابطه اتساق نیست که در اینجا بکن اندازه بردار رو میخواییم بگیم اونجا برای به درد اینجا هم میکنم. خب بچه هم یه دونه قرینه مونده من اینو بگیم، بعد بریم سراغ اندازه بردار و بردارهای واحد. اول بردار واحد رو بگم بدن. قرینه بردار ببینید، اگه ما یه نقطه داشته باشیم، قرینه نقطه نسبت به یه نقطه، نه قرینه بردار. الان نگاه کنید، یک دو سه چهار پنج شش، شما یه نقطه دارید به مختصات دو آ دو و آ به مختصات دو و یک. این نقطه رو قرینه شد نسبت به این نقطه مثلا بی به مختصات ام به مختصات ام به مختصات سه و دو. قرینه شما خواهد پیدا. خب شما میایید، سلام علیکم، خوبی؟ خیلی رنگه چیزی پوشیدی، اما خیلی تیمتون هم باخته. اب نداره، اب نداره، آره برای شما ناداوریم. نقطه ام قرینه شو پیدا کنیم، بس میکنیم به ام، اندازه خودش امتداد میدیم دیگه. خب میشه نقطه آپریم. مثل آپریم اگر ما درست به دست بیاریم میشه آپریم میشه چی؟ چهار و چهار. خب چهار و سه، چهار و سه اگر درست بدستیم. حالا درستش از کجا بفهمیم؟ شما یه شطرنج داشته باشید راحت میشه، ولی من حدودی بدستیم، ولی نکتهش اینه از روی نکته بدست بیاریم. یه نکته بگیم نیستید، نکته یک امروز. خب اگر آ به مختصات نقطه آ، نقطه آ به مختصات x1 و y1 و b به مختصات x2 و y2 باشد، مختصات وسط دو نقطه آ و b از رابطه زیر به دست می آید. خب ام وسط آبه باشه، آبه طولش میشه طول
طول‌ها جمع تقسیم بر دو، عرضش میشه عرضه‌ها جمع تقسیم بر دو. خب به عنوان مثال اگر آ به مقدسات 6 و 2 به مقدسات 2 و 1 و B به مقدسات 4 و 3 باشد، مقدسات نقطه M وسط A و B را به دست آورید. طبق این نکته میگیم M برابر است 4 به علاوه 2 تقسیم بر 2 میشه 3، 3 به علاوه 1 تقسیم بر 2 میشه 2. درست شد؟ دالبند کجا رفتی؟ بیا بابا عیب نداره با همون رنگم میپذیریم. خب بله نه برو برو این نکته و این مثال رو بنویسید. میکروفون نمیسته مثل صدا میده؟ چرا نمیگی؟ چی؟ صدا هست؟ صدا نه که تو بشنم صدا میده میدونم صدا ضعیف آره بهده ضعیف. خب حالا سوالتون رو جواب میدیم. خب بنویسید سوالتون رو بپرسید. سلام و علیکم اصلا من در مورد این مبحث دارم کاملا متوجه شدم. مبحث آخری که جلسه قبل گفتین در مورد بردارهای متوالی، خب که ناحیه یک و سه و اینا، ناحیه یک و سه مثلا طول و عرضشون عددشون با هم برابره، من اصلا اون رو متوجه نشدم. متوجه نمیشم کدوم رو متوجه نشده. یه بار بگو درستشون رو یادم نمیاد الان. مبحث آخری که گفتین مثل یک بردار کشیدین یک جدول مختصر کشیدین گفتین ناحیه یک و سه طول و عرضشون با هم برابره، من همین رو فهمم. نه 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 من گفتم که نیم ساز رو گفتم، درسته؟ بله بله. خب نیم ساز خطیه که از ناحیه اول و سوم، درست؟ بله. تعریف دیگه یه خطه، یه ناحیه است، هر نقطه روی نیم ساز ناحیه اول و سوم باشه طول و عرض اون نقطه با هم برابره. بله. مثلا نقطه دو و دو، سه و سه، چهار و چهار، منفی یک و منفی یک، منفی دو و منفی دو. خب این یه تعریفه. خب بله فهمیدین؟ بله بله. خب یه دونه نیمساز ناحیه دوم و چهارم داریم. بله. خب از ناحیه دوم میاد به ناحیه چهارم، طول و عرضشون قرینن، مثلا اگه طولش مثبت دو باشه هر نقطه روی اون خط باشه، خب بله هر نقطه روی اون خط باشه طول و عرضشون قرینه است. مثلا آ طولش دو باشه عرضش منفی دو، نقطه طولش منفی سه باشه عرضش مثبت سه. بله درسته. اینم یه تعریف. بله حالا ما خیلی با این کار نداریم چون خط مال سال بعده. گفتیم اگر یک سوال گفتن اگر قرینه یک نقطه را نسبت به نیم ساز ناحیه اول و سوم به دست بیارید جای طول و عرض عوض میشه. خب اینم یه فرمول. بله. مثلا اگر نقطه آ طولش دو عرضش سه باشه، بگیم قرینه شو نسبت به ناحیه نیم ساز ناحیه اول و سوم به دست بیارید قرینش میشه سه و دو، جای طول و عرضش عوض میشه. بله درست اینا فهمیدیم؟ بله. حالا اگر بگیم قرینه یه نقطه را نسبت به نیم ساز دوم و چهارم به دست بیارید، مثلا یه نقطه داریم، خب بله طولش است در قد شد طولش است مثلا دو عرضش است منفی سه، درسته؟ بله بله. حالا اینو میخوایم قرینش رو نسبت به نیمساز ناحیه دوم و چهارم به دست بیاریم، طول و عرض جا به جا میشن قرینه هم میشن، مثلا دو میاد توی عرض میشه منفی دو،
منفی 3 عرض میاد توی طول میشه مثبت 3. بله اینا متوجه شدین؟ بله بله خیلی ممنون لطف کردین. نسبت طول ها مساوی نسبت عرض ها. بفرمایید استاد. سلام بخشید گفت صدات قطع بود استاد. اینترنت من خیلی ضعیفه الان میشنوید؟ بفرمایید. چی شد؟ خب ضعیف صدا داره نمیاد. تاها بعد کلاس برو فیلم تو آپارات ببین یا اینکه سوالتو خب پاک کنم نکته دومو بگم. حالا قرینه یک نقطه نسبت به یه نقطه رو بخوایم به دست بیاریم اینجوری طولانی کشیدنش خیلی سخت میشه. اگر ما واحد دقیق داشته باشیم شطرنجی داشته باشیم میشه، ولی اگه شطرنجی نباشه خیلی سخت میشه. نکته داره دقت کنید. قرینه یک نقطه نقطه آ به مختصات x1 y1 نسبت به نقطه m مساوی با اینو من نسبت x آ x ب x آ y آ نسبت به x m و y m برابر است با آپریم دو برابر ایکس ام منهای ایکس آ دو برابر ایگرگ ام منهای ایگرگ آ. خب ببینید این آپریم. الان اینجا من بخوام کشیدنش سخت بود دیگه. من همینو میارم روی مثال با این وایت بورده. امیدوارم. مثال قرینه نقطه آ به مختصات دو و یک را نسبت به نقطه M به مختصات 3 و 2 به دست آورید. این نقطه A نسبت به نقطه M. آپریم ببینید چی در میاد. آپریم ما آپریم رو به دست آوردیم 4 و 3 با شکل. آپریم مساوی است با دو ضرب در این نقطه که ما میخواییم قرینه شو به دست بیاریم. دو ضرب در 3 منهای 2 میشه 2 3 تا 6 تا منهای 2 4 طولش الحمدلله درسته. عرضش 2 ضرب در 2 منهای عرض آ 1 این هم میشه 3 این هم درسته. پس آپریم شد به مختصات 4 و 3. حالا اگه کسی سوالی داره بگه. یکی دو تا من بگم شما به دست بیارید. شما دقیق قرینه نسبت به یه نقطه رو متوجه هستید؟ چه قرینه نسبت به یه نقطه؟ این نقطه آ قرینه شو نسبت به نقطه ام یعنی چی؟ یعنی آ را وصل کن به ام به اندازه خودش امتداد. خب اما همیشه شکل ما دقیق نیست. تو امتحان خیلی وقت میبره. یه ذره بالاتر پایین تر بکشی یه نقطه دیگه به دست میاد از این فرمول استفاده میکنه. کدوم سوال؟ 101 سوال 29.
پاش اندازه رو نگفتم، بذار اندازه رو بگم بعد، بذار اندازه برداره رو بگم بعد. خب بچه ها سوالی نیست؟ نه پاک کنم؟ خب من پاکش میکنم. بنویسید سوال. قرینه نقطه آ به مختصات منفی 2 و 5 را نسبت به نقاط زیر به دست آورید. الف نقطه M به مختصات منفی 3 و 2، نقطه B به مختصات N به مختصات 4 و منفی 1. خب اینا رو به دست بیارید ببینیم. اول به دست بیارید بعد اگه داوطلبید هنوز چیزی نگفتیم، اگر نه سوال دارید بزنید حل کنیم بعد. داوطلبه کی؟ محمد صفوان شهبازی برگی اندازه. خب بیا اولی رو تو حل کن، بذار یک شیشون حل کنه حضوریه. چی؟ آره دی شما حل کن. استاد گفته نسبت به قرینه ام میگیم دوه، ضرب داره منفی 3 به علاوه منهای منهای داخل پرانتز منفی، نه به علاوه، نه به علاوه رو پاک کن. منهای پرانتز منفی 2 منهای 5 استاد منفی در منفی مثبت 2 ضرب در منفی 3 میشه منفی 6 و علاوه 2 میشه منفی 4 منفی 4 و 2 ضرب در 2 4 منهای 5 منفی 1. نه به یه نفر باز کن بذار بگه ایشون بنویس. امیر یه نفر باز کن بیرو یکی رو باز کنید که دوستان نفر کی باز کردی؟ محمد صبح. سلام سلام بگو اینم چیکار کنیم؟ استاد بی استاد ما اول مختصات ام رو می نویسیم که مختصات ام 4 و منفی 1 که باید ضرب در 2 قبلش بذاریم. 2 ضرب در 4 وایستا بقیه چی؟ بعد پایینش 2 ضرب در منفی. ببین فقط 2 ضرب در 4 بسه بعد منهای ایکس هم میکنیم یه منهای منهای دو پرانتز باز منهای بعد بسه میاییم پایین میمیسیم که 2 ضرب در منفی 1 بله منهای
5. منهای 5 درست؟ بعد استاد حساب میکنیم میگیم 2 4 تا 8 تا به علاوه 2 میشه 10 مثبت. پس طولش میشه 10 مثبت. پایینیش هم میشه 2 ضرب در منفی 1 که میشه منفی 2 به علاوه منفی 5 استاد میشه منفی 7. مرسی. اسم انتخاب کن، الفو بگیر آپریم فرقی نمی کن، اونو بگیر مثلا سی رو پاک کن، یه آب نویس، دو تا از اون خطا کنار هم بذار. آره چه آ دو کریم؟ نه دو آپریم. نه بهم کس بلده بخونه چی میشه فلا استاد کریم در کریم میشه؟ نه کسی میدونه بچه ها؟ بچه ها کسی میدونه؟ ما آ نوشتیم دو تا خط گذاشتیم چجوری میشه بپریم؟ آپریم که یه دونه خط اینها. این آپریم اینو چی میخونیم؟ اینو میگن آزگون. آره خب حالا شما مجبور نیست اینو بگیر مثلا بی، اینو بگیر سی، اسمو شما انتخاب میکنید مهم نیست. خب بچه سوالی دارید از این بخش؟ نه دیگه فرموله دیگه جاگذاره، من 10 تا هم بگم همینجوریه. اگه کسی سوالی داره بگه برم سراغ قسمت بعد. این قسمتی چی؟ تاهات صداش در نمیاد سوالم داره. خب بگو خودش میگه اینترنتم ضعیفه. حل شد. خب بردارهای واحد کتاب هست، بردارهای واحد کتاب هست، بردارهای واحد توی هر به اصطلاح کاری واحد داریم، مثلا واحد مثلا فاصله متر، اندازه‌گیری وزن کیلو، ساعت زمان، ساعت یا دقیقه است، تو کتابتونم هست. دما درجه هست و الی آخر. واحد شمارش شتر چیه؟ نفر. خب یک واحد روی محور طول را بهش میگیم آی، یک واحد روی محور عرض را بهش میگیم جی. خب پس یک واحد روی محور طول را بهش میگیم آی، قرار داده و ما هم حفظ میکنیم. دلیل چرا آی؟ مثل اینکه باباتون اسم شما رو گذاشته، معلمتون میگه چرا اسم تو رو گذاشته مثلا علی؟ به تو مثلا قیافت به غضنفر میخوره، به علی نمیخوره. یه بعضی میگن چرا طرفدار استقلال؟ خب ما دوست دارم طرفدارش باشه. چرا طرفدار پرسپولیسی؟ دلیل نداره. خب اسمم دلیل نداره که. خب توی عید یکی به دنیا میاد اسمش میذارن چی؟ نوروز. ترکا چی میذارن؟ بایرام. آره اینا دلیل نداره طرف اینجوری دوست داشتید. پس بنویسین یک واحد روی محور طول را بردار واحد آی به مختصات یک و صفر گویند. خب یک واحد روی محور عرض را بردار واحد جی به مختصات صفر و یک گویند.
حالا بچه هم یه آقا به چه دردمون میخوره؟ هیچ. نباید میتونیم بستنی بخریم، نباید میتونیم مسافرت بریم، نمیتونیم سینما بریم، نمیتونیم کاری انجام بریم. ولی در اینجا به گوشتون میخوره، سالای بعد فیزیک میخونی، تجزیه میکنی، بیشتر تو درس فیزیک میخوره. ما توی ریاضی یه سری کارهای محاسباتی یاد میگیریم، کار عملیش در درسای دیگه است. در فیزیک میریم بالاتر، مثلا کارهای مهندسونه که کار مختصاتی دارن، طرح و نقشه دارن، به دردشون میخوره. اما ما در اینجا ازش چه سوالایی میاد؟ ما هر بردار رو میتونیم بر حسب بردار واحد آیا جی بنویسیم. چه جوری؟ حالا نگاه کنید، فرض کنید این یه برداره، این الان یه برداره، بردار آ. خب این یه بردار الان. خب وقتی که این یک واحد آیه، سه واحد دالوان چند آی میشه؟ میشه میشه بگه بردار سه آی، بالایی میشه دو جی، شدن دو تا بردار دیگه، درسته؟ حاصل جمع این دو بردار سه آی به علاوه دو جی چیه؟ میان پشت سر هم میکشم، این دو جی پشت سرش بردار سه آی را میکشم، میشه سه آی به علاوه دو جی شده بردار ای. یعنی من بردار ای را بر حسب آی و جی نوشتم. خب اما اگر تو امتحان به ما گفتن آقا این بردار، یا تو کتاب درسی این بردار آ به مختصات سه و دو اینو بر حسب آی و جی بنویس، نمیام که نمه خط و محور بکشم، چیکار میکنم؟ این آی طول را ضریب آی قرار میدم، عرض را ضریب مثبت باشه مثبت می نویسم، منفی باشه منفی. خب الان شما بگوینم بردار بی به مختصات منفی یک و پنج بر حسب آیا جی میشه چی؟ منفی آی یا منفی یک آی فرقی نمی کنه، به علاوه پنج جی، چون یک آی منفی یک آی همون آی ساده تر بنویسیم بهتره، منفی آی. خب اگر بردار بی ام سی ما باشه صفر و چهار، آقا اینو شما منفی چهار، شما اینو بر حسب آی جی بنویسید، چجوری بنویسید؟ میتونیم بنویسیم صفر آی منهای چهار جی. صفر آی یعنی چی؟ یعنی صفر ضرب داره آی. خب صفر ضرب داره آی میشه صفر، صفر هم تو جمع و تفریق بی تأثیر، فقط منفی چهار جی را می نویسیم، درست شد؟ پس بر حسب آی جی نوشتن دیگه نیازی به شکل نداره. کسی اگه سوالی داره بگه. بچه تا اینجا یک کسی سوال داره صبحان اگه سوال داری دست بیار بارد، اگه سوال داری دست بیار بارد. خب بفرمایید صبحان. وقتی استاد بردار خط بردار طول ها پایین و چپش هم میشه منفی آی و من یه درست دیگه متوجه نشدم، اولش یه بار دیگه بگو. میگم استاد یعنی هم بردار قرینه آی، یعنی هم همون منبره. آره. آره قرینه آی میشه منفی آی، قرینه جی میشه منفی جی دیگه. آره بله. آره خیلی خوب. حالا برعکسش یعنی چی؟ یعنی بر حسب آی و جی میدن به ما، میگن شما این بردار را مختصاتش رو بنویسید. خب ببین این بردارها تعایجه و تجزیهش تو فیزیک که تو مثلا نیرو را میخونید، یه سطح شیبدار مثلا رسم میکنن چه نیروهایی به این وارد میشه و ما
به اصطلاح چجوری اینو محاسبه کنیم؟ در یه شیبی شما میبینید نوشته سرعت فرض بکن 30 کیلومتر 20 کیلومتر. اینجوری نبوده که مثلا سازندگان جاده اومدن با سرعت‌های مختلف رفتن تصادف کردن و دیدن با سرعت 30 کیلومتر نمیشه، تصادف نمی‌کنن. اینا میان محاسبه می‌کنن بر حسب شیب جاده، سرعت به اصطلاح مطمئنه، وزن و ماشین و اینا. خلاصه همه اینها براینده میشه یه تابلوی که ما اونجا می‌بینیم و ازش استفاده کنیم. خب این یکی از کلی که کاربردش چیه. ما فقط اون جمع و تفریق و اینا رو انجام بدیم. مثل سوال مختصات بردارهای زیر را به دست آورید. بردار آ مساوی است با منفی 4 آی منهای 2 جی، بردار بی مساوی با منفی آی علاوه جی، بردار سی مساوی است با صفر کنه منفی 3 آی، بردار دی مساوی است با 2 آی منهای جی. خب آقا مثلا بیزن مد بهراد با سون الف رو بگه، ای را بگه، الف که نیدن داره. سلام استاد. سلام استاد، این میشه منفی 4 منفی 2. منفی 4 و منفی 2. بله. بی میشه نفر بعدی. سلام استاد. سلام استاد، بی میشه منفی 1 1. منفی 1 و 1 درسته. سی میشه چی نفر بعدی؟ سلام با سلیمان میشوی؟ بله. میشه 3 آی پایینیش هم 0. منفی 3 0. بله بله. خب نفر بعدی. سلام استاد، میشه 2 آی منفی 1 1 2، یعنی مثبت 2 منفی 1. خب مرسی. خب بریم سراغ اندازه بردار. این اندازه بردار مهمتره، درسته؟ قبل از اندازه بردار میپریم به فصل بعد، فیثاغورس. بپرس تا اون کتابو نازمند نفهمیدم چی نوشته. اگه مثلا دست بیار بالا سرت باز کن. استاد ببخشید من تا آخر کلاس احتمالا خیلی فعال نباشم. اینو تایپ هم کنی من میخونم دیگه. تازه چرا به صدات میخوای باز کنی واسه این نکته؟ ببین همین که تو صدای ما را بشنوی و سوالات تو چت بنویسی کافیه. نتت ضعیفه. حالا بگم که این می شود منهای 4 منهای 2 من متوجه نمیشم چی بود. خب این نداریم که تا هم تا قول نازم میخوای ساعت رو باز کنم؟ نه قبلی این همه حل کردیم. نه درست قبلی. آها ساعت رو باز کن بده. بلش. خب صدا نمیاد، کاری نمیشه کرد. ببینید در مثلث‌های قائم الزاویه تو کتاب درسیتون هست، من اینجا خلاصه میگم، همه داستان‌های کتاب رو اینجا نمی‌نویسم. خب شخصی به نام فیثاغورس اومد این رابطه رو به دست آورد. ببینید در مثلث قائم الزاویه به دالون به ضلع مقابل 90 درجه میگن چی؟ وتر. اینا میگیم ضلع قائم. اینا هم ضلع قائمه.
اومد این رابطه رو به دست آورد، گفت اگه وتر را ما به توان دو برسونیم، خب برابر میشه با ضلع قائم به توان دو به علاوه اون یکی ضلع قائم به توان دو. و شما میتونید شماره بذارید یک و دو. خب باز بیکار نبود همینجوری عدد به دست بیاریم. ببین ریاضی فرمول ها برای راحتی کار، خب برای محاسبه راحت، برای اینکه محاسبه بشه به دست اومده. و اینم فیثاغورس در یونان قدیم، کشاورزان وقتی که اون رعیت ها زمین را می کاشتن، ارباب ها بیشترش را می بردن، زمین ها کج و موجه دیگه، اومدن شکل های هندسی فیثاغورس تالس محاسبه به اصطلاح کار کشاورزان را راحت تر کردن، حقشون ضایع نشه. خب حالا اگر ما این مثلث قائم الزاویه رو وتر را دو با دو تا حرف بگیم میشه بی به سی به توان دو، ضلع قائم آبی به توان دو، به علاوه آ سی به توان دو. خب اگر ما اسم حرف کوچیک بنویسیم، ضلع روبروی به زاویه آ را با آ کوچیک، ضلع روبروی به زاویه بی را با بی کوچیک، ضلع روبروی به زاویه سی کوچیک نمایش میدن، میتونیم به جای BC به توان دو بنویسیم حرف کوچیک آ به توان دو، اینو بنویسیم سی به توان دو، اینو بنویسیم بی به توان دو. میتونیم جاشون هم عوض کنیم، هیچ اشکالی نداره. بنویسیم آ دو مساوی بی دو به علاوه سی دو. ببینیم درسته، یه مثال بزنیم ببینیم درسته یا نه. شما میتونید با خطکش مثلث‌های دیگری را رسم کنید، الگویابی کنید ببینید آیا درسته یا نه. مثلا این باشه 4، این باشه 3، این باشه 5، ببینیم درست در میاد. خب الان وترمون چنده؟ 5. باید بنویسیم 5 به توان 2 مساوی یک ضلعمون 4 میشه 4 به توان 2، یک ضلعمون 3 میشه 3 به توان 2. 5 به توان 2 چقدر میشه؟ 25. 4 به توان 2 چقدر میشه؟ 16. 3 به توان 2 چقدر میشه؟ 9. این ور 25 بود، این ور هم جمع شد 25. درست شد دیگه. خب حالا میگم یه مثلث دیگه ای رسم کنیم، مثلث 10 8 6. 10 به توان 2 چقدر میشه؟ 100. 8 به توان 2 علاوه 6 به توان 2، 10 به توان 2 میشه 100. 8 به توان 2 64. 6 به توان 2 36. 100 مساوی است با این ور میشه 100 دیگه. اینم درسته دیگه، درسته. حالا شما خودتون میتونید مثلث رسم کنید، با خطکش راستی آزمایی کنید. خب بنویسید تا بگم تو اینجا رابطه فیثاغورس از سه تا ضلع یه دونشو مجهول میدن، دو تای دیگر رو عدد میدن که شما به دست بیارید. اینجوری نیست که مثلا همیشه هر سه تا عدد بدن، سوال هم میدن آن هر سه تا عدد باشه. میپرسن آیا مثلث زیر قائم الزاویه است؟ علامت 90 نمیذاره. ببین چشم ما مثلا این 90 درجه با 89 درجه رو که تشخیص نمیده، بیام از محاسبه استفاده میکنیم. فقط مال مثلث های قائم الزاویه هست و هر جا مثلث قائم الزاویه رسم بشه میشه فیثاغورس نوشت. مثلا در داخل مستطیل قطر رو رسم کنیم فیثاغورس میشه، در داخل دایره مثلث قائم الزاویه رسم میشه میشه فیثاغورس رو نوشت، و در بردار هم میشه فیثاغورس رو نوشت. اعداد کسری هم میشه؟ آره چرا نمیشه. معمولا آخه ضلع هندسه کسری نمیگیم، میگیم آقا این مثلا مثلث، این زمین ما، این اتاق ما طولش مثلا
دو سوم اشاری میگه میشن اشاری هم میشه بله. مثلا میگیم آقا دو متر و سه سانتی متر، دو ممیز سه هست. خب نوشتید بچه ها پاک کنم یا نه؟ دیگه نمیدونم همون بوده یا دستشویی بوده. آره یافتم اون مال علش میدوست. خب این تیکل این رو 107 نخونید. خب سوالی ندارم پاک کنم. خب اگر اینا نبودن دانشمندان الان ما باید مثل انسان‌های اولیه صبح زود بلند می‌شدیم می‌رفتیم صحرا یه دونه یه حیوانی را شکار می‌کردیم می‌آوردیم می‌خوردیم. اگر هم زمستون برف می‌اومد پیدا نمی‌کردیم باید همدیگه رو می‌خوردیم علف می‌خوردیم. اون زمان که بیچاره‌ها هیچی نداشتن کلی برف می‌اومد. الان که امکانات هست برف نمیاد. برسید سوال در شکل‌های زیر X را حساب کنید. خب ساده ترین حالت ای بابا x این 8 این 6. خب این 13 12 5 x 5 شده. حالا من مثلا مستطیلش کنم اینو خب یک شما من بنویسم بعد شما ببینید میگم رابطه رو مینویسیم وترمون چیه؟ مینویسم x به توان 2 مساویه یک زلمون شیشه یک زلمون هشت. خب تا اینجا رابطه. پس یه خط اول توان دوشونو می‌رسه. خط دوم میایم اینو به توان می‌رسون. x به توان دو که نمیتونیم. میایم شیش به توان دو. ببخشیم. بله. چی؟ بنویس من کلاسم بنویس اسمس باش. خب خانمم مریضه بچه هم مریضه من رو صبح میدازم بیرون الان هم میرم یه اتاق قرنطینه نمیشه صبح برده بودم دکتر وضعیتمون خراب. 6 به توان 2 میشه 36. هشت به توان 2 میشه 64. جمعشون میشه 100. ببین x به توان 2 شده 100. چه عددی به توان 2 شده 100؟ رادیکالش رو میگیریم. میگیم رادیکال 100. همیشه توی فیثاغورس آخرین عددی که به دست آوردیم حالا جزش اگر دقیق بود می نویسیم اگه دقیق نبود همینجوری میمونه. خب میتونه رادیکالی هم باشه درست شد. حالا اون یکی رو شما به دست بیارید چند در آوردی؟ در بیار بچه هایی که پاسخ ندادن دیگه من اون کسی هایی که تابسه هاشو امروز باز نکردن و باز سما پنج در آوردی خام اسفانی ببین چند در آوردی؟ سلام صدای منو داری؟ بله بفرمایید.
استاد ما اول باید دوزل امون یعنی 12 رو به توان 2 برسونیم. خب ایکس هم به توان 2 برسونیم. خوب. و مساوی با وتر کنیم یعنی 13 به توان 2. پس میگیم رابطه فیثاغورس وتر به توان 2 12 به توان 2 به علاوه x به توان 2 مساویه با وتر به توان 2. درست. بعد اینجا ما اول میایم 12 رو به توان 2 میرسونیم. میشه چقدر؟ میشه 144. 144 کاملا درسته. x به توان 2 هم مینویسیم. بله. 13 هم به توان 2 میرسونیم. میشه 160. میشه 169. درست. بعد حالا مجهول رو جدا میکنیم. x2 رو مینویسیم. کاملا درست. 169. مساوی با منهای 144. 169 منهای 144. x به توان 2 مساوی با چقدر میشه؟ میشه 25. بله 25. حالا x به توان 2 25. x چقدر میشه؟ بعد حالا 25 داخل رادیکال میذاریم که میشه 5. مرسی کاملا درست. آفرین. خب سلام آقا. سلام علیکم. خب آقا اون دومی هم با همون فرمول میریم دیگه. میگیم که وتر به توان 2 مساوی زله با وترمون. وترمون ایکس دیگه. ایکس به توان 2 مساویه با دوازده به توان 2 علاوه 5 به توان 2. دوازده به توان 2 علاوه 5 به توان 2. درسته. بله. خب حالا میرسیم ایکس به توان 2 مساویه با دوازده به توان 2 رو میکنیم. دوازده به توان 2 میشه چند؟ میشه 144. بله 5 هم که میشه 25 دیگه. حالا میگیم x به توان 2 مساویه با این دوتا رو با هم جمع میکنیم دیگه. جمعش میشه 169. براش 169 رادیکال میگیریم دیگه. بله میشه چقدر؟ 169 اگه رادیکال بگیریم. میشه 13. بله میشه 13. من اینو حل نکردم آخرشو سریع واک کردیم. خب ببین بچه ها اگر مثلث ما قائم الزاویه ما وترش معلوم باشه رابطه با جمع نوشته میشه مثل اون آخری مثل این اولی. اگر مثلث قائم الزاویه ما وتر رو به ما بدن مثلا وتر 5 باشه این x باشه این 3. خب بچه دو جور میتونیم بنویسیم. خوب دقت کنید چون درسمون امروز هندسه نیست من اینا رو میگم که برای اندازه بردار. اگر وترمون عدد باشه میتونیم اینجوری بنویسیم. بنویسیم که 5 به توان 2 مساوی با وتر به توان 2 مساوی با 3 به توان 2 به علاوه x به توان 2. 5 به توان 2 میشه 25. 3 به توان 2 میشه 9. x به توان 2. بعد این 9 رو بیارم سمت معلوم ها. 25 منهای 9 مساوی x2 14 نه 16. بعد x میشه رادیکال 16. رادیکال 16 هم 4. این یه راهه. خب میگیم اگر وتر معلوم باشه نکته اینجوری بنویسیم. اگر وتر عدد معلومی باشد رابطه را با منها می نویسیم. یعنی چی؟ از اون اول x به توان 2 را بنویسیم از خط 3 و 2 مساویست وتر به توان 2 5 به توان 2 منهای 3 به توان 2. تو کتاب درسیتون هم هست وتر به توان 2 منها. اگر وتر عدد مجهولی وتر مجهول باشد رابطه را با جمع می نویسه مثل این. خب پس x به توان 2 مساوی است با 5 به توان 2 میشه 25. 3 توان 2 میشه 9. 25 منهای 9 میشه 16. x میشه رادیکال 16 مساوی با 4. فرقی نمی کنه. در اینجا مجهول از اول جدا شده
در اینجا مجهول رو بعدن جدا میکنیم. خب حالا هر کدوم راحت بودید میتونید بنویسید، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. خب سوالی هست بچه‌ها؟ اگه هست از فیثاغورس بگید، حالا توی در فصل بعدی بیشتر میپردازیم و سوال بیشتر حل خواهیم کرد. تو کتاب درسیتون هم هست. اگر سوالی هست بگید. بچه‌ای که سوال داره میخواد دستش هم بیاره بالا، خوبه من صداشو سادات گفته که از راه معادله نمیشه حل کرد. معادله است دیگه، این الان خودش معادله است. وقتی می نویسی 5 به توان 2 مساوی است با 3 به توان 2 علاوه x به توان 2، خودش معادله است. وقتی می نویسی x به توان 2 مساوی 5 به توان 2 منهای 3 به توان 2، خودش معادله است. خود اینها معادلن. بنویسید. حله. خیلی خوب. حالا بریم توی بردار. چجوری ازش استفاده کنیم؟ خب ببینید، ببینید من اول روی محور میگم، بعد فرمولش به شما میگم. الان نگاه کنید، این 1 سانتی متر، این 2 سانتی متر، واحد ما بر حسب سانتی متر باشه. یک سانتی متر، 2 سانتی متر، 4 سانتی. خب یه برداری داریم، بردار A. خب خواهیم بگیم که بردار واحد چند سانتی متر، بردار واحد، بردار A چند چند واحد است؟ سوال. بردار A یا اندازه بردار A، اندازه بردار A را به دست آورید. اندازه بردار، اگه سانتی متر چند سانتی متر، اگه میلی متر واحدامون چند میلی متر، اگه متر واحدامون چند متر، اگر واحدش رو نمیدونیم چند واحده. خب کافیه یه مثلث قائم الزاویه تشکیل بدیم. درسته؟ آمیشه وترش، این الان 3، این 4. آب توان 2 مساوی، من اینو آر ایکس میگیرم، نمیدونیم چیه دیگه. درسته؟ اینو میگیرم ایکس. ایکس به توان 2 مساوی با 4 به توان 2 علاوه 3 به ایکس به توان 2 مساوی با 16 به علاوه 9 میشه 25. ایکس میشه رادیکال 25 میشه 5. یعنی این 5 واحده، اگه سانتی متر باشه همش میشه 5 سانتی متر. درسته؟ خب بنویسید اینو تا من فرمولشو بهتون بگم.
خیلی خوب. نوشتید؟ بله. ما اینو تبدیل میکنیم به فرمول دیگه، همون فیثاغورس رو به فرمول تبدیل میکنیم. ببینید اگه این بردار ما کلی باشه x و y، خب این بردار ما طولش باشه x، عرضش باشه y، خب این بردار A، این x y طول و عرض دیگه، درسته؟ میشه x به توان 2 بله y به توان 2، اگر عدد باشه به توان میرسه، نباشه همینجوری، بعد رادیکال میگیریم دیگه. مینویسیم نکته، خب اندازه بردار A به مختصات x و y برابر است با a، دو تا خط میذارن یعنی قدر مطلق، حالا شما همجوری ننوشته مهم نیست، رادیکال x به توان 2 علاوه y به توان، درسته؟ دیگه شکل کشیدن طول میکشه دیگه، فرمول رو خلاصه کردیم. مثال، خب اندازه بردار A به مختصات این طول پاره خط هم میشه، مثلا دو تا نقطه بدن میگه طول پاره خط هم میشه، بردار منفی 4 و 3 را به دست. خب چی؟ اندازه A دو تا خط یعنی قدر مطلق، خب xش چقدره؟ -4 به توان 2، yش چقدره؟ 3 به توان. خب -4 به توان 2 چقدر میشه؟ 16. 3 به توان چقدر میشه؟ 9. جمعش میشه چقدر؟ 25. این هم میشه 5. درست شد؟ حالا بریم سراغ سوالی که تاها پرسید حل کنیم و تست ها و سوالای دیگه. بچه‌ای که سوال داره بپرسه. پارسا اگه سوال داری دست بیار بده من سوالتو باز کنم. بگم که برطرف شد که هیچ. کسی سوال نداره همه مثبت بذارم، همه مثبت کامنت کنم. استاد محمد شهبازی گفت من یه لحظه قطع شدم نفهمیدم چی شد. پارسا هم سوال داره. پارسا بپرسه. پارسا بپرس. پارسا بگو. باشه میگم که ممکنه یه جو تو سوال وته رو داده باشه، مثلا یه زل رو خواسته باشه برسید تو فیثاغورس حل کردیم، ولی اینجا بیمعنیه، اینجا بردار اندازه شو میخواد توی فیثاغورس. آره حالا میرسیم حل هم میکنیم، حل هم کردیم. بله مرسی. توی فیثاغورس آره. بمیگن قدر مطلق، این علامت میگن قدر مطلق، معنیش اینه که هر عددی داخل این باشه مثبت میاد بیرون، منفی هم بنویسی مثبت میشه. حالا مثلا مثبت 5 قدر مطلقش 5ه، منفی 5 هم قدر مطلقش 5ه. سال بعد میخونید
اینو ننوشتیدم اشکال نداره، من نوشتم که درست بنویسم، اگر یکی کلاس بالاتره ایراد نگیره. استاد چرا ممکنه یعنی ممکن جوره ممکن نیست جواب منفی بشه؟ اولا تو هندسه منفی معنی نداره که، درسته؟ شما اتاقت چند متره؟ منفی 2 متر. یعنی چی؟ یعنی زیر زمین رفته. تو هندسه منفی توی محور یعنی چپه یا راسته، بالاست یا پایینه. دی شما میری ساختمان میبینی توی آسانسورش نوشته 0, 1, 2, 3, 4, 5 منفی 1, منفی 2، یعنی اون پایین، درسته؟ یا مثلا بعضی هم نیستم توی فروشگاه ها جای پارکینگ شماره 1، پارکینگ شماره 2، پارکینگ شماره 3، اون دیگه منفی نمی نویسه. میدونی همه میدونن پارکینگ پایینه دیگه، درسته؟ اونا منفی نماده. توی هندسه منفی نداریم، آره بیمعنیه، ولی توی جبر یا حساب این که منفی چپه یا راسته. میگیم دما امروز 3 درجه است، یعنی 3 درجه بالای 0. یا باید بگیم دما منفی 3 درجه است، یا بگیم دما 3 درجه زیر 0 است. جاهایی که خلاصه می نویسی میگی منفی است، همه می فهمن زیر 0. این سطح اینجا مثلا 2 متر زیر دریا، از دریا پایین تر است، می نویسی منفی 2 الی آخر. حل شد؟ خب یه فرمول گفتم از فیثاغور، از کجا قطع شد من نمیدونم که، اینو قطع شد قبلی هم قطع شده کلا. محمد بخیر من سوالاتو باز کردم، پای توضیح بده. محمد هستی؟ من یه بار یه توضیح میدم. این یه فرمول محمد بخیر. استاد صدا من الان میاد؟ بله بفرمایید. استاد من یه حس بکنم حواسم نمیاد، همون فرمول فیثاغورس دیگه. آره آره فیثاغورس، خلاصه فرمول فیثاغورس. سوالم حل شد. حل شد خیلی خوب. خیلی من خواهش میکنم. اگر وتر رو عدد بدن منها می نویسیم. حالا تو این اونو توی به اصطلاح فصل بعد میگم بهتون، تکرار خواهیم کرد. شما همون رابطه رو با جمع بنویس. ببین بزن بگم حالا کامل. شما یه مثلث قائم الزاویه داری، 2 ضلعش قائم است، 1 ضلعش وتره. خب شما اگر بخوای وتر رو به دست بیاری می نویسی آ به توان 2 مساوی است با بی به توان 2 علاوه سی به توان 2. وتر رو اول می نویسی. این الان رابطه با جمع. اگر شما میخوای ضلع بی رو به دست بیاری، اون یکی رو داری، می نویسی بی به توان 2 وتر به توان 2 منهای سی به توان 2. از جابجایی به دست میاد دیگه. شما سی به توان 2 رو بیارید اینور میشه منفی. خب اگر شما ضلع سی را به دست بیارید، این ضلع قائم را به دست بیارید، میشه وتر به توان 2 منهای اون یکی ضلع قائم. شو این اصلیه، رابطه اصلیه، اینو حفظ باشید. رابطه اصل فیثاغورس اینا از روی این به دست اومده، با جابجایی این به دست اومده. حالا اگه یادت رفت همینو بنویس، هیچ مشکلی چی نداره. حل شد یا نه؟ ما فیثاغورس یه دونه فرمول گفتیم، اونو برای این که بتونیم سوالای خودمون رو در بردار حل کنیم. بعد از اینم به فیثاغورس کامل میپردازیم. 105 پرسی داره. 101 خب ببینید این چه کمکی به ما میکنه. تست 29
اونایی که کتاب دارن سریع بیارن. تست 29 اندازه برداره. آب مختصات 4x منهای 3 و 12 برابر 15 هست. مقدار x کدام است؟ یک، نه، دو، منفی 1.5، سه، 4، منفی 1.5 یا 3. به دست بیار بینم. خب اینجا یه مقدار ما عبارت جبری به شما گفتیم دیگه، درسته؟ عبارت جبری رد شدیم، اتحاد هم گفتیم بینه. آره اتحاد گفتیم. دو تا سه تا اتحاد گفتیم. خب خب حالا سوال که بذار حل کنیم بعد. اگر از سوال قبلی بذار حل بشه، اگر از این هنوز حل نکردیم. خب کی داوطلبه؟ بچه هیر بود، اگه میخوای جواب بدی اول گزینه تو تایپ کن. بردی هست رو گفتیم دو میشه گزینه دو دیگه. خب بقیه دوستان هم اگه کسی حل کرده. خب اونایی که اتحاد الان استفاده خواهیم کرد، یه رو همینه که اتحاد بلد نیست عددها رو جاگذاری کنه دیگه، مثلا گزینه یک رو جاگذاری کنه و درست در میاد از رابطه. استاد میشه از روش طرف مثلا طرف این وسطه این مگه تناسب هست الان؟ نه تناسب نیست طرف این وسطه. خب یکی رو باز کنی که پاسخ داده. سلام بچه ها، این اگر یه بردار باشد، خب این اگر یه بردار باشد نها کنید مثلث قائم الزاویه‌اش کنید، وترش همون برداره 15، طولش 4x منهای 3 هست، عرضش هست 12، درسته؟ فیثاغورس اینجوری کشیدیم دیگه، بردار اینجوری کشیدیم فیثاغورس شد دیگه. ما اندازه رو به دست می آوردیم، این اندازه رو داده. خب بگو هیروت، بگو بینم. خب آقا، خب اون فرمولی که دادین باید بزنیم 15 به توان 2. آفرین، 15 به توان 2 بله مساوی اون بال 4x منهای 3 به توان 2. 4x منهای 3 به توان 2 با اون 12 و 14 من 12 بله 12 به توان 2 بله. خب این اگه بخوایم حساب کنیم اون 15 به توان 2 که میشه 225 225 آن بله 225 بله. به این دست نمیزنیم. 12 به توان 2 میشه چقدر؟ 144 144 رو میاریم این ور کم میکنیم، این مجهول ماست همینجوری بمونه. 225 به نای 144 چقدر میشه؟ یه لحظه، یه 81 فکر 81. ببین پرانتز به توان 2 شده 81، داخل پرانتز میتونه چی باشه؟
الان فکر کنم الان خب به دست آوردیم اونا رو، الان باید بریم سراغ پرانتزی که به توان دو. یعنی ببین داخل پرانتز یه عددی است به توان دو شده شده 81. خب چه عددی به توان دو میشه 81؟ چه عددی ضرب در خودش میشه 81؟ آها پس یه جوری بعد 81 رو جذرش، یعنی جذر 81 رو بگیریم. آره دیگه، آقا چه عددی ضرب در خودش میشه 81؟ اینو به من بگو. 9 میشه دیگه. آقا صدا میاد؟ 9 من نه. داخل پرانتز میتونه 9 باشه، یعنی 4x منهای 3 میتونه 9 باشه. بشه 9 به توان 2 مساوی 81. منفی 9 هم میتونه باشه دیگه، نمیتونه باشه؟ بله تو نکته دوم فکر کنم گفتیم. منفی 9 هم به توان 2 میشه 82. هشت. من به این علت دنبال منفیش رفتم، اینجا دو تا جواب درسته دیگه، ممکنه 4 باشه دیگه. خب الان یه معادله ساده اینو بگم حل کنم، 3 میاد این ور میشه مثبت، میشه 4x مساویه با چقدر؟ قد شدی رو بود چهار ایکس مساویه چقدر میشه؟ الان صدای من میاد؟ بله بله، یه دست بزنید سفر ناخن. خود 4x منهای 3 مساوی 9 با 4x که همونجا میمونه 3 میره و مثبت میشه دیگه 12 بله. x ما میشه 3. خب بله. حالا منفی 3 بیاد این ور میشه مثبت. آها الان بله مثبت میشه 4x مساوی با منفی 9 علاوه 3، 4x مساوی با منفی 6، x میشه منفی 6 چهارم، این میشه منفی 1.5. میشه گزینه چهار. خب پس ما الان دو تا گزینه در بردیم، یه دم واسه مثبت بود یه دم واسه منفی. خب گزینه چهاره دیگه. چه گزینه چهار؟ دوتا. بله بنویسید. امیدوارم که تاها به جوابش رسیده باشه. بچه فصل پنجم شما میتونید کامل حل کنید. طبیعتاً بعضی از سوالا سخته دیگه، اینکه بگیم آقا همه سوالا رو ایناب خوردن حل میکنید یه چیز اشتباهیه. توی هر کاری سوالای سختش برای تمرین‌های سخت، شما هر سوالی که در حد فرمولای ما حل کنید. بعضی از سوالا محاسبه قوی میخواد، این الان یه مقدار آدمی که مثلا خیلی تمرین کرده باشه، خیلی محاسبش قوی باشه، به راحتی حل میکنه. حالا با یه جلسه مثلا ما فرمول گفتیم شما بلا فاصله میخواین اینو حل کنید، اون شدنی نیست. بریم تمرین کنید، روش فکر کنید، اشکالی نداره. سوالایی که شما رو به چالش میکشه به جواب نمیرسید اون خیلی قشنگتره. اگر همه سوالا رو به راحتی به دست بیارید اون سوالا به درد نمیخوره. میشه در حد کتاب برای اکثر شما که کتاب رو هوا بیست میگیرید و اینها. خب و اینها تمرین بیشتره. حالا انشالله آزمون چهارشنبه هایی که هست اونجا رتبه میدن دیگه. مثلا شما دوتا سوال هم توی این آزمون چهارشنبه نزنید، کسی نمیگه چرا همه سوال جواب ندادید، میگن نفر اول که بعد بقیه از روی اون. حالا از نفر اول انتظار میره هر جلسه درصدش هم بهتر باشه. خیلی خوب، اگه سوالی هست بفرمایید، نیست به سلامت. آرمین سوال گفته صفحه 100 سوال 21 وقت شد. آرمین انشالله دوباره صفحه 100 سوال 23. 23 میگه کدام یک از بردارهای 23 بردار این مفروض است، مختصات آن را بر حسب بردارهای واحد بنویسید. خیلی راحته این. آره اینجا نها کن شما میایی، خب طولش رو ضریب آی قرار میدی، عرضش رو ضریب جی. طول و ضریب آی، عرض و ضریب جی. خب 23 دیگه درسته، صفحه 123 اشتباه نکرده باشه. خب بردار M برابر است با 2A منهای 4A. خب M می شود 2A ضرب در I
منهای 4a زر داره J میشه گزینه 4 میشه گزینه 4 خیلی راحت. خیلی خوب، خسته نباشید.